خون رفته باشه به هر صورت میبخشین. من اینو به عنوان سپاس و تشکر از حضور شما انجام میدم این نوازندگی رو. Thank you.
اونا میفته زمین گل رو بدن بدن گل رو بدن دوستان بایش نزم با تشکر فراوان از حضور استاد محترم جناب یوسف زمانی از سخنان شیواشون و از پنجه گرم و گیراشون تشکر میکنیم. در نواختن همین قطعات نکته بسیار ظریفی نهفته بود که نشان از تواضع و فروتنی جناب یوسف زمانی بود. شاید هر آهنگساز دیگری در این مجال از قطعات ساخته خودش مینواخت، ولی جناب یوسف زمانی با یادکرد از بزرگان گذشته موسیقی ایران ادای دینی هم به این ترتیب کردند که بسیار ازشون متشکریم. من خواهش می‌کنم دست بسیار جانانه برای جناب یوسف زمانی و همه هنرمندان ارجمند این دیار آرزوی عمری پر از عزت و تکریم و رفاه. بذارید بخوایم برای هنرمندانمون رفاه. مگه عیبی داره هنرمندان ما در رفاه به سر ببرن؟ مگه آسمان به زمین میاد؟ و اشکالی چیزی هست که همیشه و همواره هنرمندان، شاعران، سخنوران شون کارشون کار گرانی بود، کار ارزندهی بود و در هر بازاری نمیشد عرضه کرد، به ناچار راه به دربارها می بردند. ولی حالا که صحبت از عدالت اجتماعی است و الحمدلله سایه منحوس دربار از سر همه کم شده، این وظیفه تولیت‌های هنری است، وظیفه ارگان‌ها و سازمان‌های هنری است که خریدار این آثار گرانسنگ باشند و این هنرمندان رو اونجور که باید ارج بنهند و قدر بدانند انشاءالله. این بار آهنگ رحلت در دستگاه بیات نواخته شد و موسیقیدانی از میان ما کسی که میخواستند نظامی شود، اما با جدیت و پشتکار خود موسیقیدان از آب در آمد. ترانه زندگیش را که میشنوی پر است از ملودی های رنج و سختی، امید و آرزو، سربلندی و افتخار و بالاخره سکوت و خاموشی. اما خوب می دانیم که تنها
صدای موسیقی اوست که میماند. کودکی او به سختی گذشت، آنچنان که هنوز هم وقتی باد درختان تبریزی خیابان سراسیاب و شکوفه تهران را در خود میگیرد، نوت‌های آویخته بر درختان ترانه خاطرات کودکی او را می‌سرایند. او 60 سال پیش در آنجا زاده شد، با همه مرارت‌ها ساخت و گام‌های خود را در راه موسیقی استوار کرد. جوانیش را با آرزوهایش سر کرد و آنها را دست یافتنی نمود. به اپرای تهران رفت و زیر نظر اولین و سمین باغچبان موسیقی کلاسیک را فرا گرفت و با رهبر موسیقی جاز فولکلوریک آن زمان دوستی عمیقی یافت و به موسیقی ترانه اشتیاق پیدا کرد. آنگاه توانست با همکاری واروژان نخستین موسیقی فیلم را تجربه کند. سالهای بعد از انقلاب اوج پختگی او در موسیقی فیلم به شمار می رود. موسیقی فیلم های مانند شاید وقت دیگر